با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. آقای دکتر سلام. سلام، بفرمایید. الو، حال شما خوبه؟ بفرمایید. امیدوارم صدام خوب بیاد. من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم. منم همینطور. صداتون خوبه عزیز، صدا خوبه. خب خدا رو شکر. آقای دکتر حقیقتشو بخواین من زنگ زدم یکم کتک بخورم. من 25 سالمه، ساکن ایران هستم، بچه اول یک خانواده 4 نفره هستم و یه برادر 8 سال کوچکتر از خودم دارم. از 17 سالگی دانشجوی رشته پزشکی توی شهرستان بودم، تنها زندگی میکردم اکثرش رو و تقریبا یک چند ماه دیگه به اتمام درسم میرسم. والا مشکلی که من دارم حقیقتا مسائل خیلی کلی هست که تو خیلی از روابطم سایه انداخته، ولی این مورد آخری که حالا با ذکر مثال براتون میگم به نوعی انگار تمام انرژی روانی من رو خالی کرد. من تقریبا از 3 ماه 4 ماه پیش با یک دختر خانومی آشنا شدم از یکی از بچه های دانشگاهمون که البته همرشتمون نبود، و با اینکه خیلی آلارم ساین ها یا رد فلگ ها بود تو ایشون، من انگار به نوعی چشم پوشی کردم و اون اتفاقی که تو خیلی از روابط دیگه هم واسم می افتاد باز مجددا افتاد. یعنی من به قصد یک رابطه گذرا وارد یک رابطه میشم، اما به نوعی رویا پردازی میکنم یا به نوعی از لحاظ عاطفی خودم رو تو چالش میندازم که اون قضیه برای من جدی میشه. بعضی موقع ها این جدی شد طرف مقابل رو شاید آزار داده، بعضی موقع هم توی پوشوندنش حداقل در ظاهر یکم ماسک شده و مشخص نبوده. سب کن. این رابطه آخر دو تا علامت منفی که از آغاز به ایشون نمیتونستید به صورت جدی برای همه عمر یا همسر فکر کنید چه بود که این علامت ها رو میدیدید به اون خاطر ایشون رو نمیخواستید ولی با گذشت زمان توی نگاه و نظرتون تجدید نظر کردید؟ یکی این که آقای دکتر خیلی از فاصله رابطه قبلیش تا رابطه جدیدی که شروع کرده بود زمان بسیار کوتاهی گذشته بود و به نوعی این رو بروز میداد، مثلا آقای دکتر شاید 2 ماه، و اینکه در انتهای اون رابطه قبلی یک بار کامیت به سویساید داشتن ایشون و من این رو میدونستم، یعنی مشخص بود به حال اسکارش همه چیش مشخص بود. یعنی ایشون به خاطر نصب کنیم صح. رابطه ایشون داشتن که تموم شده یا اون آقا به هم زده بعد به خاطر اون ایشون خودکشی کردن؟ بله، درصدی به زعم خودشون، یعنی درصد زیادی به این دلیل بوده، ولی دلایل دیگری رو هم دخیل میدونستن. مثلا یه دلیل دیگه چی بوده؟ دلیل دیگرش این بوده که ایشون توی خانواده بستهی بزرگ شده بودن. بسته یعنی از این نظر که خانواده دستشون رو باز گذاشته بودن واسه اینکه مثلا به سبک خودشون تا حدودی زندگی کنن، ولی من احساس میکردم و میکنم که به حالت خیلی درویی خیلی از چیزها رو جلوی خونه رو نمی کردن یا به اصطلاح خانواده رو تحت لفظ عامیانه می پیچوندن، و مثل اینکه بعد از اینکه اون رابطه به اتمام رسیده پدر ایشون یک سری از عکس‌های شخصیشون رو با فردی که تو رابطه بوده می بینه و دست ایشون خیلی ناراحت میشه و ایشون خودشون می گفتن که به دلیل 50-60% به زعم خودشون به خاطر اینکه احساس می کردن بعد از اون رابطه بدون ایشون نمی تونن زندگی کنن، و یک بخش زیادی به خاطر حس بدی که پدرشون گرفتن یا احساس کردن که مثلا آبرو رو بردن یا حالشون بد شده از اون بابت عرضم به حضور شما این کار رو کردن. خب حالا شما از آغاز هم سب کنید، شما از آغاز هم که با ایشون آشنا شدید خبر از این ماجراها داشتید یا بعدن مشخص شد؟ من آقای دکتر اینکه این اتفاق افتاده و ایشون اقدام به خودکشی کردن رو خب از همون اول متوجه شد. خب حالا نمیشه سب کنید. سب کنید. پس چرا به دنبال رابطه گذرا حتی بود؟ یه همچی آدمی در یه همچی خطری با توجه به شرایطی، خب درست مثل نمیدونم یه چیز خطرناکی میمونه، برای چی
شما هم میگید جدی نبودم از آغاز، قبول، ولی اصلا چرا شوخیش رو شروع کرد؟ چرا گذرا و سطحیش رو شروع کرد با یه همچین آدمی آسیب دید؟ آقای دکتر غیر از این، من نه نه سب کنید، نه 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 سب چشم میخوام چون وقته مون کرد. غیر از این است که شما فکر کردید اصلا نجات دهنده این، میخواید به نجات بدید؟ دقیقا همینطور هست، من تو خیلی رابطه های قبلی من اینطوری بودم. خب آره دیگه، بنابراین پس شما اعلان کنید دختران از همه جا رانده و مانده و نمیدونم هرچی را برای ازدواج علاقه منده، روزنامه آگهی بدید، منم خلاص بدید. مسئله الان روشنه. مسئله این است که شما به دلیل یک، اولا خودتون در فاصله زیادی هستید با برادر یا خواهر. ایشون چند سال از شما کوچکتره؟ 8 سال. جان 8 سال. های دکتر 8 سال کوچکتر. بنابراین شما یک فرزند تک، دو پسر بسیار بسیار باهوشی است، سه زمینه رویا و خیال پردازی داری، چهار بعدن به خاطر آمدن بعدی یه احساس از کمی و کاستی کرد. الان فکر کنید من با وجودی که دانشجوی دانشکده پزشکی و پزشک خواهم شد اما کسی نیستم، پس حداقل برم الان دیگران رو نجات بدم. بعدم نقش پزشکیتونه که من باید به عنوان دکتر بیمار رو معالجه کنم و مردم رو صرف نظر از هر چیزی کمک کنم، پس باید ببینم آدمای بدبخت و بیچاره دخترایی که توی رابطه ای، حالا چه به دلیل خانواده چه به دلیل علاقهشون به یه آدمی، به هم خور برم سراغشون. یعنی دیگه از این بدتر انتخاب نمیشه کرد. من همیشه عرض کردم هر وقت که دلتون میخواد به هر کسی کمک بکنید، اما از طریق ازدواج کمک نکنید، چون بیشترین آسیب رو بهش میزنید. بنابراین از نظر من مسئله خیلی روشنه، یعنی شما فقط میخواید نقش نجات دهنده ای که پزشکی رو جلوی شما گذاشته تو زندگی خانوادگی و روانیتون هم اعمال کنید. ابدا شما باید برید سراغ یک کسی که محکم سر پاش ایستاده و با ارزشه از نظر ملاکایی که هست. اشکال کار این است که شما از یه همچه آدمی میترسید. چرا؟ برای که شما ترجیح میدید که یه دست برتر و بالاتر رو داشته باشید که بهتون احساس امنیت و آرامش بده. بنابراین یه نتیجه دیگه میتونم بگیرم که شما یک کمی از زنی هم در حد و سطح خودتون میترسید، برای که فکر کنید شما رو ممکنه ترک کنید یا شما به اندازه کافی برش کافی نباشید. چرا؟ برای که تایب وجودتون. حالا پرسش من این است که چند روزه اگر با مفهوم حرمت نفس و اینا آشنا هستید، چند روزه فکر کنید اون احساس خوب رو در حدی که واقعا هستید ندارید و چند روزه پدر و مادر بکن نکن باید نبایدی داشتید؟ آقای دکتر خیلی نکته خوبی رو اتفاقا گفتید. من خیلی از سمینارهای شما رو بارها بارها گوش دادم و تو خیلی هاش به این نتیجه رسیدم که رگه های خیلی زیادی از این نبود سلف استیمه، نه به جهت اینکه من خوب نیستم، شاید بیشتر به زن اینکه من کافی نیستم، خیلی جاها بوده. پدر مادر بسیار ساپورتیوی داشتم تو خیلی از جاها، ولی واقعا بعضی از جاها شاید باید نباید، نه شاید خیلی استریکت یا استریت یک چیزی رو من کردن یا یک چیزی رو باید کردن، ولی توی یه فضایی شاید من خیلی دنبال اون تایید آن تایید اونا یا به اصطلاح رسوندن سطح توقعات اونا به واقعیت چیزی که هست بودم. شاید از این بابت یک مدت زیادی تو خیلی از چیزها حتی قلق میکردم، دروغ میگفتم یا بزرگ نمایی میکردم برای اینکه نشون بدم که من شاید همون خوبی که شما فکر میکنید هستم. راجع به این که خیلی وقتا احساس میکنم توی اینجور مواقع که مثلا دلم میخواد نقش ناجی رو ایفا بکنم، یه رگه هایی هم مهربانی حتی تو خودم میبینم، احساس میکنم که مثلا شاید با این کار میخوام این رو اثبات بکنم به فرد که ببین من چقدر تو رو نجاتت دادم، چقدر مثلا هوای تو رو داشتم و بس بنابراین من چقدر دوست داشتنیم. با این حال تو خیلی از روابط گذاشتم، چه گذراش چه جدیش، وقتی که خودم درگیر احساساتم شدم که متاسفانه خیلی وقتا خودم تبعیت نمی کنه، به این نتیجه رسیدم که اون استراب جدایی ها رو هم دارم. یعنی بعضی موقع نه اونقدر استراب جدایی نیست، نه نه استراب جدایی نیست. ببینید عزیز اونقدر استراب که نیست. ببینید شما رفتید به نجات یه آدمی که کم است و کوچک است و کمکش کردید که کمی بزرگ بشه و مهم بشه، ولی در این حال هم همونطور که خودتون به درستی گفتید دلتون می‌خواسته ایشون از شما یه تصویر و تصور خوبی داشته باشه.
ولی بعدا به این نتیجه رسید که نه، این آدمی نیست که من بخوام دائمی باش باشم یا به صورت جدی بهش فکر کنم یا مسئله ازدواج حالا هر زبانی که هست مطرح باشه. خب باید جدا بشم. حالا چیزی که شما رو مانع میشه اینه که من همه این زحماتی کشتم به جایی که آدم خوبی باشم که واقعا خوب هم براش بودم، حالا تبدیل میشم به یه آدم بد و بیوفا، یه آدمی که در حقیقت به یه آدمی یه نوع پیام هایی از جهت امید و آینده و آرزوهای او داشته، حالا که او رو نوعی به خودم علاقه من میبینم میخوام برم. حالا نه تنها تمام خوبیایی که کردم ای بسا پاک بشه، به عنوان یه آدم بدی که به هر حال بیوفایی کرده و بد عمل کرده و منو آورده و گیر انداخته و بعد رها کرده در میاد. و این چیزی نیست که با توجه به فاصله سنیتون با بعدی و دمنان اونچه که به درستی گفتید، چون پدر و مادر دو گونه عمل میکنن، یکی اینکه قور میزنن نق میزنن که تو چرا کاراتو نمیکنی، یکی اینکه یه جوری وانمود میکنن که وای ما از تو چه انتظاراتی داریم، هر دو طرف ما رو به نوعی بدهکار میکنن. به همین جهت بود که من به بچه ها میگفتم من اصلا پسر خوب دوست ندارم، ولی که اصلا دلم نمیخواست اونها هیچ کوششی بکنن که خوب خودشون رو نشون بدن. مثلا اون مهم برای من نبود، متوسط بودنشون مهمه. متوجه هستم که مخصوصا وقتی با یه پسر باهوش، اونم با یه فاصله زیاد با بقیه بچه ها که زمینه رویایی داره، این کار خیلی خطرناکه و شما رو دقیقا برده به اینجا که نجات دهنده باشید. خب نجات دادید، ولی بعد آخر کار متوجه میشید که این مریضی که شما بردید و معالجش کردید حالا سخت به شما علاقمند شده، ولی این چیزی نیست که شما میخواستید. شما میخواستید کمکش کنید. میون کلامتون، ببخشید من این چیزی باید اضافه بکنم، مسئله اینطوری پیش نرفت. یعنی من یه مدتی با ایشون بودم، از بعد از عید که برگشتیم چند جایی بچه‌ها، من اصلا نه آدم خرافاتی هستم نه کوچکترین اعتقادی به مسائل ماورایی دارم، ولی یه سری از حس‌های قلبیم هست بعضی موقع‌ها احساس می‌کنم قابل اتکان، یعنی بعضی موقع‌ها احساس می‌کنم درست در میان، فقط رو حساب این که من حس می‌کردم یه جای کار میلنگه به من داره دروغ گفته میشه. با ایشون گفتم، بعد ایشون گفتن که نه تو شک می‌کنی تو، مثلا در حالی که من هیچ وقت تو هیچ جای زندگیم کاراکتر شکاکی نبودم. مدتی از اون قضیه گذشت، تقریبا 2-3 هفته پیش ما قرار بود یه سفری بریم تو جمع دوستانمون، توی اون شب بود نشسته بودیم به خوشگذرانی و به اصطلاح نوشیدن و اینها، طرفای شب بود که من ایشون رفتن، یک پیامی رو تو گوشیشون دیدم از یکی از بچه‌هایی که میشناختم، کنجکاو شدم و حس جالبی نگرفتم، تحتوی اون قضیه رو در آوردم و فهمیدم که ایشون به من یک روز قبل از اینکه راه بیفتیم به سمت اون مکان سفرمون خیانت کردن. خیاناتم به صورت کامل بوده، من کاملا متوجه شدم در نتیجه و بودم و حقیقتشون رو بخواهی نتونستم به روشون نیارم. ایشون خیلی قاطی کردن و به هم ریختن که شما چرا گوشی من دیدی؟ گوشی من حریم شخصیم بوده، در حالی که من تو رابطه به نظرم اینجور این قسمت ها حداقل حریم شخصی نیست، برای اینکه منم بیدلیل نرفتم و چیزی هم پیدا کردم. بعد از اون قضیه خیلی به هم فشار آورد، ولی باز افتادم و انداختم خودم رو تو اون لوپ قدیمی که خودم تغییر کنم یا بمونم و تغییر بدم. نمیخواستید بده جلوه کنید، بعدم حالا خاطرتون آسوده شده که میتونید از این رابطه بیاید بیرون برای که بهترین دلیل و بهانه رو دارید. ببینید عزیز، مکانیزمش رو میشناسم، فرقی با اون ماجرا نداره. برای شما یادتونه با چه دختری دارید چنین میکنید؟ دختری که دفعه قبل دست به خودکشی زده، ولی اونم با توجه به حرفی که زدید که علامت شده دید احتمالا دست خواسته مثلا مش خودشو ببره، درسته؟ بله بله. حالا اینا نشون دهنده چیه؟ یه نوع از بدترین نوع اشکال و گرفتاری روانی که از این طریق میخواد خودکشی کنه. یعنی میخوام به شما بگم مسئله شما در اینه که باید بدونی آدمای آسیب خورده و آدمای گرفتار اشکال کار در اینه که وقتی کمکشون کنید اصلا موضوع رو چیز دیگری میبینن. شما این همه داستان و ماجرا درباره رابطه‌های بیمارگونه خطرناک بین دکتر و بیمار دارید، هم در جهت پزشکی هم در جهت روانشناسی. علتش هم روشن، حتی فروید اوائل معتقد بود که روزی شما میتونید واقعا به بیمار کمک کنید که او بتونه شما رو جای پدر مادر بذاره و به شما علاقمند بشه. حتی این ماجرای ترانسپرنس و کانتر ترانسپرنس اصلا از یکی از شاهکارهای فروید بود
که متوجه این ارتباطات شد. یعنی میخوام به شما بگم یک کمی مسئله در اون حد که میبینید درسته، ولی عمیق‌تر و سنگین‌تر هم هست. برای که حالا شما از یه آدمی که وانمود میکنه همه چیز خوبه، از یک به هر حال چای شما بیرونش آوردید، حالا اومده یه ذره آروم گرفته بعد از اون داستان‌ها، ولی خب شما متوجه شدید که این آدم اون کسی نیست که شما بخواید و در نتیجه باید یه جوری اوضاع خراب بشه. نتیجتاً با اون ظاهرا خیانتش از یه طرف شما خوشحالم شدید، ولی که حالا دلیل و بهانه برای خلاصی دارید، ولی همچنان نمیخواید بد جلوه کنید. حمله اون آدم هم به شما این بودی که تو چرا رفتی سراغ تلفن من، و استدلال شما این بودی که اولا بی دلیل نرفتم، دوم پس آنچه که دنبالش بودم و پیدا کردم، بنابراین این تویی که باید ساکت باشی و حرفی نزنی، مگر اینکه بگی من چون دارم دروغ میگم و قصد فریب تو دارم تا باید اینقدر احمق باشی که اون رو بپذیری. بنابراین میدونی میخوام چی بگم، همچنان ما همون جا گیر افتادیم عزیز، و به همین جاست که شما باید مواظب باشید. اولا آدم های شکننده رو سراغشون نرید، برای که با توجه به توانایی هایی که دارید کمکشون میکنید و اونا رو به خودتون علاقمند میکنید. این همون چیزی که خیلی از اوقات افراد میگن تو نباید من نزدیک میشدی، منو به خودت علاقمند میکردی، حالا تو یه مسئولیت تعهدی در خصوص علاقه‌ای که من به تو دارم داری، که ابدا نداره، برای که ما مسئولیت احساس خودمون رو خودمون داریم. ولی کاملا میشه فهمید که مسئله شما چیزی نیست که فکر کنید یه عیب و ایراد شماست، مسئله شما این است که در این دوران که همچنان تصمیم نگرفتید که خودتون زندگیتون رو تشکیل بدید، دست به کمک ها و مانورایی میزنید که در آغاز به نظر خوب میرسه و از اوتش بر میاد، ولی بعدن به خاطر بازی و نقشی که اونا دارند همه چیز خراب میشه. به هم با توجه به کل این مسائلی که فکر میکردم و نوشته بودم، 4 تا پرسش بزرگ الان در حال حاضر دارم. یکی از اولیاش اینه که آی دکتر، من توی اون زمانی که این اتفاق رو فهمیدم و حتی تا چند روز بعدش، سابقا هم تو سالیان پیش تو بعضی از جاهایی که شاید بیشتر از همه دچار اینسکیوریتی می شدم، حمله های استرابی بهم دست میده که با پنیک متفاوته، ولی اون حمله های استرابی تمام فانکشن روزانه من رو میگیره و من عملا از هر کار دیگه‌ای بجز تقریبا بالبال زدن تو اون تایم ازم کاری بر نمیاد، و اون زمینه های استرابی که تو خودم از قبل بوده، من مداومن به صورت متناوب بعضی موقع کودکی صداهایی از خودم در می آوردم، حالت تیکتور، بعد جلوتر خیلی از وقتا مشکلات اسموکینگ داشتم، خیلی از وقتا دچار سابستنت ابیوز بیه، مثلا حالا چه با الکل چه با سیگار بودم، و این زمینه استرابی بوده. وقتی که همچین اتفاقاتی به وجود میان، یه بار من خیلی به هم میریزم از لحاظ استرابی، و مثلا سر همین قضیه اخیری که پیش اومد، تماما چه خانواده چه دوستانی که در جریان بودن میگفتن تو باید خوشحال باشی، چیزی نبوده، زمانی نبوده، زودتر فهمیدی، آدمی که نامناسب بوده زودتر رول آوت کردی. ولی دکتر، اون منطقی که بهم میگن یا حتی ذهن خودم به من میگه با حال درونی خودم 180 درجه متفاوته و اصلا تبعیت نمیکنه. حتی تراپی هایی که تا حدودی رفتم، منظم یا منقطع، نتونستن خیلی تو این زمینه. آخه عزیزم، صبر کنید چون یه ذره وقت کمه. نه میفهمم، شما بذارید موضوع رو این مقدار متوجه بشید. ببینید، یه کتابی هست The Drama of Gifted Child، گفتگو درباره یه آدمای باهوشی مانند شماست که حتی مواظبت و مراقبت های پدر و مادر به جایی که اونا رو پر کنه خالی میکنه و شما از این بابت خالیید. ماجرای انگزایتی اتک یا حمله استرابی که شما بهش میگید برمیگرده به این که شما در اون انتظاری که دیگران دارن، نه خودتون، و نمایشی که قرار بدید شکست میکنه، و اونجاست که براتون مسئله آفرینه. به قول خودتون از آغاز میدونید این رابطه غلطه، ولی میرید سراغش. علتش این است که یه جوری میخواید ثابت کنید، لطفا دقت کنید، از یه طرف خوبید، از یه طرف نه، واقعا همطور که میگن من بدم. ببینید، دوگانگی تصمیم شما برای خودتون مسئله ماست. یعنی شما از یه طرف رو به بهش دارید، از جانب دیگه رو به جهنم.
از یه طرف در یه زمینه‌هایی در یه حالی خود رو خوب، یه جای دیگه بد میدید. انگزایتی اتک شما از اونجا میاد که این دوگانگی دیگه نمیتونه مسئله رو حل کنه. در حالی که شما اگر متوجه باشید یک، مهرطلبی بده، من قرار نیست خوبی خودم رو به کسی ثابت کنم، خوبی من از طریق ایجاد رابطه با زن برقرار میشه، ایجاد رابطه با مرد یا آدم ها میشه ولی با زن نمیشه، چون اونجا شما به میزانی که بهترید خطر رو برای او بیشتر به وجود میارید. چرا عرض کردم که شما نزدیک میشید برای کمک، بعد میبینه نه، او با کمک شما مشکلش حل نمیشه. بنابراین این دوگانگی رو شما از کودکی داشتید. باز یادتون باشه فرزندی هستید که 8 سال فرزند تک بودید، زمینهای تخیلی شما بهتون این فرصت بده. دوگانگیتون رو بپذیرید عزیز. شما در یه جایی نگاه میکنید واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه، میگید من خوبم و کار بدی نکردم. درست همون موقع چهره دیگری وارد صحنه میشه که تو اونقدر خوب نیستی و کار بد و غلط کردی و باید به نوعی یا خسارت شو بدی یا تنبیه بشی و اینجاست که استرابه سر کلش پیدا میشه. یکیشو باید انتخاب کنید و اون انتخاب درست اوله. من خوبم، مخصوصا وقتی به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز نمی کنم، قصدم هم کمکه، ولی باید بدونم کمکی که به مریضم میکنم نباید در حدی باشه که او رو به خودم علاقه مند کنم. کمک من باید درد اون از بین ببره، نه اینکه تبدیل بشم به درمان برای او. و به همین جهت است که وقتی اون رابطه رو شروع میکنید، گفتم شما باید به سراغ یه رابطه، یه دختره که از حرمت نفس کامل برخورداره، خودش داره، خودش جایگاه و پایگاهی داره. اون چالشی است که اگر بتونید خودتون رو به اون نزدیک کنید میتونید برنده باشید، برای که دوتایی میتونید با هم پرواز کنید، برای که توان یکسانی دارید. روزی که شما با آدمی کمتر از خودتون میرید، دیر یا زود متوجه میشید که یه بال رو برای پرواز ندارید و حالا سقوطتون اجتناب ناپذیره و اینی که تبدیل میشه به یه پترن در جهت روابطتون. به همین جهت است که من چرا عرضم اینه که کاری رو که نمیخواید تموم کنید، نباید تموم کنید، نمیتونید تموم کنید، شروع نکنید. شما باید بدونید با توجه به ویژگی روانیتون و انتظاری که از خودتون دارید و انتظاری که پدر مادر داشتن و جایگاه خانوادگیتون از نظر ترتیب تولد و زمینه رویایی و یک کمی ایدئالی که دارید، شما اصلا نباید در خصوص دختر تا زمانی که مطمئن نشدید مناسبه و بهش هرگز آسیب نمیزنید نزدیک بشید. در غیر این صورت با حسن نیت شما میرید درست مثل خودتون که پزشکید، یک کسی تصادف کرده ای تکونش بدن، اون موقع است که ای بسا فلج بشه. به همجاست که نباید تکونش داد، کمک نباید بهش کرد. شما کمکتون فلج کردنه و باید اونو موقع متوجهش باشید و ابدا هم به دنبال نجات نباشید. شما هر وقت دلتون میخواد، من همیشه عرض کردم هر کسی رو بخواید هر جوری که دلتون میخواد کمک کنید، ولی نه از طریق رابطه و ازدواج. اونجا بدترین انتخابه، برای که بیشترین آسیب رو به او و بعدا خودتون خواهید زد. ولی آنچه که میگید کاملا برای افرادی در حد و سطح شما با تواناییاتون و این دوگانگی است. چون میدونید انسان در حقیقت یه تضاد و مثلا تخالف، معنی مخالفت، اصلا مشخصه انسانه. انسان نهایت شبه و نهایت آغاز صبحه. به همین جاست که به راحتی میتونه از این ور به اون ور بیفته، یعنی از سیاهی به سفیدی یا برعکس. اینش هم مسئله آزادی انسانی که وجود داره، ولی ما چون غالب اوقات آزادی نقشی ایفا نمیکنه، حالا ما دستخوش مسائل میشیم. استراب شما از اینجا میاد که واقعیت ها رو پس میزنید، ترساتون رو پس میزنید و اینا بعدن به صورت انگزایتی اتک میاد و اشارید بشه میتونی گرفتار کنی. یه اشاره کردید که وقتی گرفتار این حملات میشید فرجتون میکنه. بهترین کار در یک گونه مواردی آرام بخشه، برای که اون چیزی که واقعا به هم میریزه یه مقدار بیوشیمی مغز شماست که اون کمک میکنه، ولی اگر بخواید ریشه هاشو پیدا کنید به این راحتی ها نخواهد بود، مگر اینکه خودتون رو درگیر همچین تجربیاتی نکنید. و این چیزیست که با توجه به مرد بودن شما، جایگاهی که از نظر علمی و ارتباطات دارید، انتظارات و توقعات که دیگران ازتون دارن براتون اتفاق میفته. ولی ما فقط مواظب باشید، یعنی واقعا کاری رو که نمیخواید، نمیتونید، نباید تموم کنید، شروع نکنید. تو رابطه شما بذارید راحت تون کنید، شما نمیتونید دختر بازی کنید. این کار با ویژگی روانی شما سازگاری نداره.
چون در آخرش مثلا من بگو عزیز. ببخشید ادامه بدید وسط کلامتون. نه 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 راحت باش. من خودم هم آدمی هم که علاقه‌مند به خانواده داشتن بودم همیشه. خانواده‌ای که داشتم رو دوست داشتم و احساس میکردم همیشه و هنوزم همینطوره که مثلا توی چارچوب اونطوری خیلی راحت ترم. دقیقا هم همین حرف شماست. من هیچ وقت نتونستم حداقل به یعنی تونستم مثلا ارتباطات زیادی داشته باشم ولی نتونستم اون بیخیالی که خیلی از پسرها تو اینجور روابط دارن و من داشته باشم. من مثلا با زندگی شخصیشون، با احساس خودم نسبت بهشون خیلی تغییر میکرد، در حالی که اینا اصلا مخالف فرضیه که به قول شما حالا مثلا دختر بازی میکنه یا هر چیزی. و الان چون خودم قصد اینو دارم که واقعا مثلا تشکیل خانواده بدم، یکم نگرانم که کجاها رو من باید حل بکنم. من میدونم خیلی از جاها مشکل دارن، شاید که بزرگترین مشکلاتم با تراپیام هم همینه که فقط هشتگ مشکلاتی که دارم یا جاهایی که مشکل داره میاد جلو، ولی راه حلی واسش نمیدونم باید چی کار کنم تا بتونم این مسئله رو حل بکنم. ببینید اولا یه مقدار بیشتری شما باید شناخت بیشتری از انسان و خودتون داشته باشید با توجه به رشتتون، یعنی واقعا تیپ های شخصیت رو با ویژگی هاشون بشناسید. یعنی فرض کنید اون گفتگوی من درباره شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم دارم، اون 28 ساعت رو حداقل دو بار بشنوید. در این حال به دلیل زمینه جایگاهی که شما داشتید، مسئله شما اضطراب و استرس و افسردگی و خشم و عصبانیت و وسواس هست، یعنی اون مایه اونجا رو هم باید کاملا باش آشنا بشید و در عمل تمرینش کنید. این درست مثل اون مثالی که خدمتتون گفتم، اصلا وارد حریم رابطه های سطحی گذرا نشید. این رابطه برای یه آدمی مثل شما مناسب نیست. یعنی من میتونم وقتی به یه شهری رفتم قرار 3 روز 5 روز اونجا بمونم برم هتل، ولی من اگر میدونم 30 سال میخوام اینجا زندگی کنم، قرار به فکر خونه حالا اجاره یا خریدش هم باشم. یه مقداری به اون نگاه کنید. تیپ روانی شما تیپ روانی نیست که بخواد از دیگران استفاده و سوء استفاده کنه. تیپ روانی شما کسی نیست که بخواد به دیگری آسیب بزنه. به همین جاست که درست در جهت عکسش میافتید که پس من بتونم یه کاری بکنم و کمکی بکنم، ولی این کمک قرار است که فاصله رو حفظ کنید، یعنی خط رو بکشید. ولی تو حرفه پزشکی تو هم مسئله پیدا میکنید. به همین جاست که شما میدونید در یه جای مانند امریکا حرف این است که به مجردی که شما دیدید حسی و احساسی نسبت به مراجع یا بیمارتون دارید، یا به مجردی که احساس کردید بیمارتون یا مراجع به شما یک کمی داره به شما علاقه متفاوت از کاری که دارید پیدا کنه، حتما باید او رو به روانشناس دیگری معرفی کنید. یعنی ابدا نباید درنگ کنید، حتی در این زمینه بعدا اگر اتفاقی بیفته حتی او به شما علاقه مند بشه و مشخص باشه با توجه به کاراش که شما با توجه به دانشتون باید متوجه میشید، در امریکا محکومید. به همین جد است که نمیشه با احساسات آدم ها بازی کرد، ولی شما متاسفانه اون رو با توجه به اینکه حسن نیت دارید و خوبید فکر نمی کنید بازیه. مثلا شما نگاه کنید یه دختری اصلا به خاطر عشق یک کسی دیگه یا علاقه بیماری یک کسی دیگه یا خاموشیاتش خودکشی کرد، اصلا چه جایگاهی داره؟ یعنی برای شما مثل یک زن 90 ساله‌ای میمونه که شوهر داره. شما تو یک آن نباید به ذهنتون بیاد که من با این دوست بشم. ولی علت اینکه شما دوست بشید به خاطر اینکه در یه شرط امرجنسی بوده. جان دقیقاً می‌خواستم همین و همین الان بگم. بزرگترین دلیلی که شاید من این روابط رو شروع می‌کنم درایو سکشواله و اینکه شاید به حالتی اون والایشه یا پالایشه یا استفاده کردن از این درایو توی یه مسئله دیگه تا الان واسه هم عملی نشده و شاید دلیلی هم که وارد این روابط میشم یا حداقل تو شروع این روابط حالا بنابرای به هر دلیلی موفق بودم همین بوده، ولی در همین حد نمونده واسه هم. و حالا الان دارم مثلا حقیقتش رو بخواین نگاه میکنم میبینم خب یعنی من وارد هیچ کدوم از این روابط نشم و
امکان این که مثلا حالا ازدواج کنم تشکیل خانواده بدم که الان ندارم. در نتیجه باید کاملا فراموش بکنم که یه همچین درایوی خطایی نه درست نه روابط نه من نمیخوام باورها و اعتقادات شما رو هستن یا حتی احساساتتون رو زیر سوال ببرم. شما قراره درگیر روابطی بشید که اگر فردا خودتون یا او نخواستید یا به هر دلیلی خواستید برید دنبال کارتون یادتون هم نباشه. در غیر این صورت گرفتار میشید، یعنی شما نمیتونید سرمایه یا هر چه هست اونجا بگذارید. یه رابطه سطحی گذرا که تکلیفش از آغاز روشنه و در حقیقت یه نوعی مثل که من و شما پا میشونیم توی رستوران غذا میخوریم، او خوشحاله که مشتری داره، ما خوشحالیم که با اون غذا که انقدر خوشمزه بوده که فرض کنید 20 دلار میارزه من 10 دلار دادم، راضی میایم بیرون، ولی حسابمون هم صفر میشه. شما با حساب باز نمیتونید پیش برید. به همین جد است که نمیدونم، گفتم باورها و اعتقادات شما رو نمیخوام زیر سوال برم، ولی شما درگیر همین جاست که امیدوارم به هیچ کس بر نخوره. به همین جاست که من مواردی مانند شما رو داشتم که آخر کار به این نتیجه رسیدن چه بهتر که من با یک کسی رابطه داشته باشم که فرض کنید در مقابل انتظارات مالی که از من داره این نیازها برطرف میشه، ولی هیچ جای دیگری غیر از اون نداره. بنابراین اینجاست که باقی مونه و البته یه نوع دیگهش در کوتاه مدت برخی از اوقات برای تخلیه یه مقدار فشار خود ارضاییه. چون اشکال کاری که در جهان وجود داره عزیز، ماجرای رابطه جنسی که در این حال عنوان نیاز اول و اساسی ماست با مسئله عشق و ازدواج و خانواده به عنوان یه نیاز انسانی که در بقیه موجودات نیست مخلوط شده. و همونطور که بسیاری از آدم ها رو من دیدم که ابداً حتی به همسرشون جز یک سکس آبجکت به عنوان یه عامل جنسی اصلا نگاهی نمی کرد، یعنی ابداً مسئله احساس و عاطفه‌ای نبوده. همجر از که حتی پیشنهاداتی هم می دادن که می خواهی با کسای دیگه باشیم یا چند نفر باشند یا تو می خواهی باش من رو هم آزاد بگذار، به قول معروف از این ازدواج هایی که آدم ها هر غلطی دلشون خواست میتونن بکنن، دقیقا نشون دهنده این است که رابطه جنسی براشون مثل آدم یک میمونه که فقط از شدت گرسنگی هرچی بدید الان میخوره است. زمینه احساسی عاطفی و انسانی که یه مرحله دیگری نداره، یعنی همچنان در مرحله دفیشنسی نید، نیازهای مبتنی بر کم بوده، مرحله بین نید به عنوان نیازهای بر بودن و شدن نداره. من بسیار از آدم هایی تا 50 سالشونه اصلا تو عمرشون هرگز فکر نکردن که در یه رابطه ای اصلا مسائل احساسی عاطفی و انسانی مطرحه، بلکه به عنوان یک آدمی که میخواد بره دستشویی فقط به این فکر کردن که آیا دستشویی دور بر من هست برم تخلیه کنم به خودم و برم. یه مقدار اینا رو باید راجعش صحبت کرد. من متاسفانه با آخر وقت هم رسیدم، ولی شما یه مقدار در این باره من فقط یک سوال دیگه ای داشتم جان. که خیلی مثلا مهم بود اینو بدونم همین و این که دکتر من وقتی که وارد کالج پزشکی شدم به یک هدف اومدم به خاطر علاقه خیلی زیادم به سایکیاتریست شدم بود و این توی طولانی مدت هر چقدر جلوتر رفت این حس بیشتر شد و به این نشستم که واقعا از هیچ کار دیگه ای از هیچ مسئله دیگه اینقدر لذت نمیبرم. مسائل چندین ماه اخیر توی 5-6 ماه اخیر که تو چالش های خیلی زیادی با خودم موندم یه کوچولو منو به این شک انداخت که آیا آدم مناسبی واسه این کار هستم یا نه. منی که شاید خیلی وقت نه من اشکالی در اونجا نمیبینم، نه اصلا اشکالی اونجا نمیبینم. اون حال شما درست مثل این است که شما هیچ اشکالی ندارید، مثلا یه دونه خار تو دستتون رفته اون خار میشه در آورد اگر تازه باشه. نه خودتون بی خودی در جهت تغییر رشته الان قرار ندید، حالا یه وقت دیگه هم خواستید یه مدتی اگر مطلب دیگری بود با هم صحبت کنیم، ولی من متاسفانه آخر وقت ما ولی اصلا تغییری در تصمیمتون.